مثال شماره 6، مبحث مثلثات. بچه نگاه کنید، سوال رسم نمودار مثلثاتیه. یک سوال ساده شروع میکنیم. اگر نمودار تابع ایگرگ مساوی آ کوسینوس بی ایکس به این قیافه، به این چهره و به این صورت باشه، کدام مقدار برای آی و علاوه بی ممکن است؟ خب اولین نکته که حواستون باید باشه، اگر ایگرگ باشه آ کوسینوس بی ایکس به علاوه سی. بچه ها ببینید چه فرقی میکنه حالا نمودار مثلثاتی باشه یا غیره. یه تغییرات رو دامنه داریم، یه تغییرات روی برد داریم. بچه ها صورتی داره تغییرات روی دامنه رو به شما نشون میده. دامنه یعنی دوره تناوب و زرد داره تغییرات روی برد، یعنی روی محور ایگرگ ها رو داره به شما نشون میده. ما اولین نکته که داریم تو این شکل میبینیم یه نقطه داده اینجا پی دوم و بعدی روی عدد دو رو به ما داده. این شکل ما انتقال روی محور ایگرگ ها نداره، یعنی انتقالی داده نشده، یعنی صفر. پس فقط نقطه آ اهمیت داره و این بی. تی دوره تناوب میشه دو پی به روی قدر مطلق دقت ضریب x. حفظ نکنید b، حفظ نکنید a، حفظ نکنید هر عددی، آقا ضریب x. اینجا ضریب x ما چیه بچه‌ها؟ b. این فرمول داشته باشید. دوره تناوب یعنی که شکل شروع شه و به انتها برسه، و شکل وقتی که داره به انتها میرسه یعنی شکل شما کامل رسم شده. الان شکل کوسینوس به این صورت کامله دیگه. اگر بخواید ادامهش رو بکشید دیگه نقطه چین بعد بزنید تا ادامهش. بچه نگاه کنید، نصف دوره تناوب به من داده. نگاه کنید شکل تا اینجا نصف است، از اینجا نصف دیگه اش میره. نصف دوره تناوب یک دوم تی رو به من داده، پی دوم. پس خود تی یعنی یک دوره تناوب کامل شکل من باید ضرب داره دو بشه، میشه پی. این حواستون باشه، نصف دوره تناوب به شما داده پی دوم، پس کل دوره تناوب میشه پی. پس آقای امینی این باید بشه پی. از طرفی دو پی به روی ضریب ایکس. اینجا ضریب ایکس اسمش چیه؟ ای بابا اسم اینجا هم بیه، چه خوب. حالا این پی با این پی ساده میشه، اینجا هم میشه یک. قدر مطلق بی شما میشه دو. قدر مطلق بی شما میشه دو. پس بچه اینجا بی شما میتونه مثبت و منفی دو باشه. اینو داشته باشید. از طرفی شکل شما یه نقطه داره، این نقطه رو ناکنید بچه. صفر رو چنده اسم میزنیم؟ آ. صفر و دو توی این شکل داره صدق میکنه. خب اگر صفر و دو توی این شکل صدق کنه، من میام به جای ایکسش میذارم صفر، به جای ایکسش میذارم صفر. بچه همینه دیگه، اینم نداره. من اینجا بذارم صفر میشه کوسینوس صفر میشه یک، اینجا هم میشه دو. پس آی شما هم میشه دو، آی شما هم میشه دو. پس بچه آی شما شد دو، بی شما شد مثبت منفی دو. البته این نقطه یابی هم لازم نبود. شکل کوسینوس همه تون بلدید به این صورت، یعنی از بالا شروع میشه و یک حرکت نزولی داره در نقطه صفر. این شکل کوسینوس تا این نقطه. خب به جای اینکه از یک شروع بشه، از چند شروع شده؟ دو. انتقالم که نداشته، پس این آقای دو دیگه. بچه این بی من مثبت و منفی دو. نگاه کنید گزینه ها رو، 3 2 6 4. با مثبتش گرفت، یعنی اینو گرفته دو، اینم گرفته دو، که جواب شما شده چقدر؟ 4 شده 4. این کدام گزینه؟ گزینه شماره 4. اما اگر منفی باشه چی؟ منفی درسته؟ اگر اینجا منفی باشه، همتون میدونید، دوباره یادآوری، کوسینوس مثبت و منفی آلفا برابر است با مثبت کوسینوس آلفا. حالا اکثرا با منفی دیدن دیگه، آقا مثبت هم باشه فرقی به حالش نداره، کوسینوس منفی رو قورت میده. پس اینجا چه مثبت چه منفی باشه، شکل شما همین قیافه است. پس میتونست تو جواب ها صفر هم باشه، 4 هم باشه، اما این تست فقط گزینه شماره چند داره؟ 4. پس حواسمون باشه کوسینوس در نقطه صفر نزولی کل شکل تموم بشه میشه یک دوره تناوب، فرمول دوره تناوب میشه دو پی به روی قدر مطلق بی، و کوسینوس اینجا مثبت و منفیش بشه فرقی به حال شکلش نداره. پس این شد نکات این سوال شماره 6. بریم سوال شماره 7 رو بررسی کنیم. سوال شماره 8. بچه سوال شماره 7 خیلی ساده است، خودتون هم میتونید به راحتی حلش کنید. فقط یک نکته کوچولو داشت که تو جزوه براتون آوردم. سوال شماره 8 میگه اگر این شکل
برای این ضابطه باشه دوتایی آبی کدومه؟ خب تانا جاموز میگه آقا این کوسینوس دوی ایکس من های سینوس دوی ایکس این چرا این شکلیه؟ ما داشتیم سینوس، کوسینوس، تانجان، چرا دوتایی داده؟ خب دوست عزیز، یک رابطه خیلی ساده و پرتکرار مثلثاتیه که دو بار تا اینجا تکرار شده. بچه ما به جای این چی میتونیم بنویسیم؟ کوسینوس دو ایکس. پس شما این شکل باید برای ایگرگ مساوی کوسینوس دو ایکس در نظر بگیرید. حله؟ خب دوتایی آ و بی رو میخواییم. بچه آ اینجاه، بی هم اینجاه، که در این نقطه ما باید بررسیش کنیم. اولین مطلب اینه که در نقطه صفر مقدار من شده آ. پس مختصات اینو هم میتونم بنویسم آ، یا مثلا حالا با یه حروف دیگه اگه شما بخواید در نظر بگیرید، مثلا بی هست به مختصات صفر و آ. خب من اگه اینجا صفر رو بذارم، همه تون میدونید دو ضرب در صفر میشه صفر و کوسینوس صفر میشه یک. خیلی راحت آی من میشه یک. بچه وقتی آی من بشه یک، گزینه ها رو نگاه کنید لطفا، این و این غلطه. یا جواب شما گزینه دوه یا جواب شما گزینه چهاره. درست بچه؟ حالا دوباره شکل رو نگاه کنید. خب بچه نگاه کنید، من در اگر به جای ایکس هم بی بذارم، مقدار تابع من میشه آ. پس اگر اسم این نقطه رو من بذارم مثلا نقطه سی، به مقتصات بی و آ هست، آرم در آوردم یک. پس اگر اندازم این تو میشه کوسینوس دو بی مساوی است با یک. بچه کوسینوس چه زاویه هایی ممکنه بشه یک؟ بله، زوج پی ها. حالا صفر رو که اگر بخوایم بذاریم که اصلا تو گزینه ها نداریم، پس من به جای یک می نویسم کوسینوس دو پی. حالا برای شروع در یک دوره دایره. شکل منم نگاه کنیم بچه، در یک دور، هنوز به دو دور نرسیده. خب الان دو بی من میشه دو پی، دو بی من مساوی دو پی میشه، دو با دو ساده میشه و بی من عدد پی رو نشون میده. شکل در یک دور دایره است. دوستان عزیز، اونایی که مقدار سینوس کوسینوس رو فراموش کردن، این محور ایکس همون محور کوسینوسه. در این نقاط آبی رنگ که همون زوج پی های من باشه، صفر و دو پی و چهار پی و الاخر، اینجا به مثبت یک میرسه. در مقدار قرمز رنگ به منفی یک میرسه که پی و سه پی و پنج پی من هست. در نقاط بنفش رنگ محور سینوس من اینجا به مثبت یک میرسن که پی دوم و پنج پی دوم الاخر هستن، و اینجا هم سینوس من به منفی یک میرسه که سه پی دوم و هفت پی دوم الاخر است. وقتی که در یک دور دارم نگاه میکنم، در اینجا به مقدار یک میرسه، پس من به جاش نوشتم دو پی. صفر که در نقطه شروع اتفاق میفته، این رفته یه دور چرخیده به اینجا رسیده دیگه، پس این شکل هم یه دور چرخیده به این نقطه رسیده، پس بی منم میشه پی. کدام گزینه؟ گزینه شماره 4. نگاه کنید. خیلی خب، اینم یه نکته دیگه در مورد رسم نمودارها. انشالله یه ذره جلوتر 3-4 تا رسم جوندار درجه یک میخوام براتون حل کنم. با ما همراه باشید. سوال شماره 9، مبحث مثلثات. یک سوالی که بچه‌ها اگر این سوال خوب یاد بگیرن، شناخت دایره در سال دهم، یازدهم کامل یاد میگیرن. ناگهان چه سوال خوشگلیه. گفته حاصل این عبارت رو به دست بیارید با فرض تانجانت 15 درجه 28°. خب بچه 285 255 105 525 زاویه مطلوب ما نیست. گفتیم دیگه مطلوب 30 45 60. حالا میام دایره مثلثات یه علاوه میزنم و تو دو دور میخوام دایره مثلث با هم بررسی کنیم. بچه شروع از این نقطه است، صفر. بذار اینجا صفر، برو بالا میشه این 90. بچه برای حسب درجه گفته، ما هم درجه میریم 90. بچه دقت کنید، 90 تا 90 تا میایم دیگه، پس بهتره نامگذاریمون بر حسب 90 باشه. صفر 90، یک 90، دو 90، سه 90، صفر 90، یک 90، دو 90، 180، سه 90، 270، برو بالا 4 90، 360،
590 450 690 540 790 بیا اینجا 630 890 که دوباره میاد اینجا میشه 720. بچه من دارم دایره مثلثاتی رو میچرخونمش، دور اول، دور دوم، 190 290 390 490 590 690 790 890 هی بچرخ. خب بیا سراغ این بچه ها. به این صورتی ها که رسیدید، حالا فرقی نداره دیگه اینجا یا اینجا، تغییر فاز داریم چون این شکل ما رو این دور دومه و به این دوتا رسیدی تغییر فاز نداریم. بیا اینجا ببینم 285 کسینوس 285 دیگه چی دارم؟ سینوس 255 دیگه چی دارم؟ سینوس 525 و سینوس 105 درجه. دقت دقت. خب 285 بچه دقت کنید، 285 270 رد میکنه پس میشه 270 به علاوه 15. تغییر فازی بله، کوسینوس میشه سینوس، زاویه همان 15 درجه، همون آلفایی که جلوشه. تغییر فاز این دوتا، تغییر فاز این دوتا، حواست باشه. خب بچه ها تو نایه چندم میاد این بازی؟ تو نایه چهارم. کوسینوسه تو نایه چهارم چون مثبت، جوابش هم مثبت. بعدی 255، 255 یعنی 270 که 15 تا ازش چی شده بچه ها؟ کم شده. 270 که 15 تا ازش چی شده بچه ها؟ کم شده. خب میافته تو نایه سوم، تو نایه سوم خود سینوس منفیه، تغییر فازی بله، سینوس میشه کوسینوس 15 درجه. بعدی 525، 525 540یه که 15 تا ازش کم شده، نا کن اینجا 540 که 15 تا ازش شده بچه ها کم شده. خب اولا که دیگه تغییر فازی نیست چون روی این دوتا نیست، سینوس همان سینوس 15 درجه میماند، علامتی میفته نایه دوم، سینوس مثبت. 105، 105 90یه که 15 تا بهش اضافه شده، 90 به علاوه 15 تغییر فازی بله، پس میشه کوسینوس 15. خب و یه نکته دیگه، وقتی که میفته اینجا تو نایه دوم مثبته، همه اینا رو بردار جایگزین کن ببین چه اتفاقی میفته. خب به جای کوسینوس 285 سینوس 15 منهای، به جای سینوس 255 منهای کوسینوس 15 یه منفی مثبته، کوسینوس 15. بعدی به جای سینوس 525 سینوس 15 منهای، به جای 105 کوسینوس 15 که مثبت مثبت در منفی، کوسینوس 15 درجه. خب آقای امینی اینو در آوردیم، این شد این. حالا تانجانت داده، وقتی تانجانت میده یعنی همه اینا رو بر حسب تانجانتش کن، چیکارش کنیم؟ خب اگر همه رو تقسیم بره کوسینوس 15 بکن، اگر کل این چارتا رو تقسیم بره کوسینوس 15 درجه کنیم، کوسینوس به کوسینوس 1، اینجا هم 1، اینجا میشه تانجانت 15، اینجا هم میشه تانجانت 15. حالا تانجانت 15 چقدر بود؟ 28 800 اینجا به علاوه 1، اینجا 28 800 منهای 1. خب بچه نگاه کنید، من میخوام ساده کنم و با توجه به این حاصل جوابا رو بگم، وقتم ندارم محاسبه کنم، بلدم نیستم محاسبه کنم. گزینه ها رو نگاه کنید، گزینه ها رو ببینید. خب بچه این که میدونید اینجا یک عدد مثبت در میاد، اینجا یک عدد منفی. خب مثبت در منفی منفی، پس این دوتا رو رد کن بره، جواب شما باید خروجش یه عدد منفی بشه، پس یا یک یا دو. بعد تازه میدونید اینجا میشه 1 و 28، اینجا از یک کمتر میشه، یعنی صورت بزرگتر از مخرجه. نگاه کنید فقط گزینه یک. نهی سر جلسه شروع کنید ساده کردن، با توجه به گزینه ها جواب بدید. این تست سراسری کنکور هم هست. نگاه کنید تموم شد. این هم مثال 9، سوال قشنگی بود که تو کنکورم ازش شبیهش و مدل های دیگه مثل این سوال اومده. بریم سوال بعدی.
سوال شماره 10 دوباره معادله مثلث. گفته جواب کلی این معادله کدومه؟ خب بچه نگاه کنید. دیگه اینقدر با هم دیگه مثلثات کار کردیم، دانش آموز قشنگ میدونه بابا اینجا یه بازی داره. بچه نگاه کنید، اینجا پی دوم، اینجا سه پی دوم. ببخشید دیگه یه شبیه دایره هم نشد، شما ببخشید این مقداری. بله بهتر شد. خب دقت دوستان، اینجا بود پی دوم، اینجا بود سه پی دوم، تغییر فاز و همه این داستانا رو بلدیم، هستکم دیگه حفظی. خب بچه کوسینوس پی دوم علاوه x میفته ناحیه چهارم. تو ناحیه چهارم خود کوسینوس مثبت، اما تبدیل میشه به سینوس. سینوس چی؟ اون زاویه که روبروش، سینوس x. پس آقای امینی الان شما باید سینوس 3x تقسیم بر سینوس x مساوی 1 حل کن. خب دانش آموز اگر رابطه ای بلد بود که به جای سینوس 3x بنویسه مینوش ساده میگه، حالا اومدیم اصلا بلد نیستش چیکار کنیم؟ بگیم آقا بیا طرف وسط این کنیم به یه شرط. پس میخوام طرف این وسط این کنم به یه شرط، به شرطی که از همین الان قبول کنی که ریشه های مخرج جز دامنه نیست. پس قبول کنید که سینوس x نباید چی بشه؟ صفر بشه. حالا سینوس کجاها صفره؟ دقت 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 بچه، سینوس در این دو نقطه سبز رنگ صفر. پس اگر سینوس در این دو نقطه سبز رنگ صفره، طبق فرمول کلی که بهتون یاد دادم داره دو جا رو بهتون نشون میده، اینجا و اینجا جزء جواب شماست، دوتا نشانه با زاویه های یکسان دارید، پس x شما میشه دو کاپی دوم. بله فاصله نقطه صفر که صفره، پس x شما میشه دو، میشه کاپی دیگه، میشه چی بچه ها؟ کاپی. خب سینوس کجاها صفره؟ تو کاپی. حالا ما میگیم آقا از همین الان کاپی رو قبول نداریم، این شرط طرف این وسط این ما. حالا طرف این وسط این کن، سینوس 3x میشه سینوس x دیگه، همه تون بلدی. باز منباب یادآوری برای دوستان عزیز آلایی، اگر سینوس x بشه سینوس آلفا، x شما یه بار دو کاپی به علاوه آلفا، یه بار دو کاپی به علاوه پی من آی آلفا جواب شماست. هم تو جزوه آوردیم براتون، هم توی اون فرمول هایی که تو پیوست هست. خب اینو بگیر x، اینو بگیر آلفا، پس x شما یعنی 3x شما دو کاپی به علاوه x، یه بار دیگه 3x مساویه دو کاپی به علاوه پی من های x. خب بچه نگاه کنید، اگر من اینو وردارم بیارم این ور، 2x من میشه دو کاپی، طرف اینو تقسیم بر دو کنم، x من میشه کاپی. آقا این شرط رو رد میکنه، پس این نمیتونه جز جواب من باشه، چون ما شرط کردیم کاپی نباش. این چی میگه؟ اینو وردی بیاریم ور ببینم میشه چی؟ میشه 4x، 4x مساویه دو کاپی به علاوه پی، طرفین رو تقسیم بر 4 کن که این بپره اینجا، هم پس x شما میشه کاپی دوم به علاوه پی 4 کاپی دوم به علاوه پی 4. کدام گزینه؟ گزینه رو نها کنه، فقط یه گزینه است دیگه، اینا شش کاپی دوم به علاوه پی 4. قیافه یه سوالی غلط اندازه دارم، شروع میگه اوه 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 سینوس 3x من رابطه هاشو بلد نیستم. میگم بلد نیستی که نیستی، فدای سرت، حواستو جمع کن، شرط دامنه رو رعایت کن، طرف این وسطین همون فرمون برو جلو. بریم سوال 11. سوال شماره 11 مبحث مثلث. بچه شما تو تابه فهمیدید سوالی که ستاره داره یعنی یه ذره سخت‌تر و جوندارتره. گفته نمودار تابع y مساوی 3 تا سینوس پی 4 منهای 2x روی بازه منهای پی تا سپی دوم در چند نقطه محور x رو قطع میکنه. خب شما یه شکل سینوس در نظر بگیرید، محور x رو قرار قطع کنه، حالا تو چند نقطه، تو کدوم بازه، اینا سوال هایی که هست ما اینجا باید جواب بدیم. اولا بازش از منهای پی تا سپی دوم، خب چند نقطهش هم که گزینه‌اش نمیشه 2 و 3 و 4 و 5، بعد ببینیم کدومش. اما اصلا سینوس کوسینوس بریز این کنار، یه نموداری محور x رو قطع کنه، مگه اونجا ریشهش نیست؟ خب پس شما باید بیاین ریشه های این نمودار رو به دست بیارید، یعنی بیاین y رو مساوی 0 قرار بدید. خب y چیه؟
سه تا سینوس این بسته باید بشه صفر. آقا سه تا سینوس این بسته مساوی صفر یعنی سینوس این بسته مساوی صفر. آقا این ضریب که تو این تأثیری نداره. پس شما باید سینوس این بسته مساوی صفر رو به دست بیارید. در واقع باز هم باید برید یک معادله مثلثاتی به دست بیارید. خب حالا این بسته هر چی میخواد باشه برای من اهمیتی نداره. آقا دایره مثلثاتی سینوس کجاها صفره؟ دانش آموز میگه آقا همین سینوس اینجا و اینجا صفره. خب اگه سینوس در این دو نقطه صفره یعنی چی؟ نشان دو سر داریم، پس ایکس ما میشه دو کاپی دوم به علاوه صفر، چون دقیقا همینجا نقطه شروع هست. این هم با این ساده میشه، پس ایکس ما میشه چی؟ کاپی. حالا اگر ایکس باشه، اگر این بسته باشه، این بسته رو به جای ایکس بنویسیم. حالا به جای این بسته باید بنویسم پی چهارم منهای دو ایکس مخالفه مساوی کاپی. نگاه کنین، پی چهارم منهای دو ایکس مساوی کاپی. خیلی خوب بچه، ما باید ایکس رو به دست بیاریم. اینو ورده بیار این ور، اینو ورده بیار این ور، پس دو ایکس شما مساوی است با این مثبت میشه. اگر من اینو وردارم بیارم این ور، میشه منهای کاپی به علاوه پی چهارم. حالا اگه طرف اینم تقسیم بر دو کنم، ایکس هم میشه منهای کاپی دوم به علاوه پی هشتم. این میشه جواب معادله مثلثاتی من. یه بار دیگه از اول بریم. وقتی که میگه چند نقطه محور ایکس رو قطع میکنه، وقتی محور ایکس رو قطع کنه یعنی ایگرگ مساوی صفر، یعنی ریشه رو به دست بیار. ایگرگ مساوی صفر یعنی این عبارت مساوی صفر، سه تأثیری نداره، یعنی سینوس این بسته مساوی صفر. یه دونه یادآوری رفتیم تو کادر یادآوری بنویسم که دوستان قاطی نکنن. سینوس کجاها صفر؟ در این دو نقطه. جوابم میشه کاپی، پس این بسته مساوی کاپی. رفتیم تا به این رسیدیم. حالا اینو که نخواسته، گفته در این بازه چند تا ریشه داری. آقا جدول باید بکشیم دیگه، بازه رو بررسی کنیم. جدول بکشیم. معمولا ما 4 5 عدد میدیم که ببینیم حول اطرافش از چه قراره. مثلا کارو بدیم x رو بگیریم، 0 بدیم، 1 بدیم، 2 بدیم، 3 بدیم، از این ور منهای 1 بدیم، منهای 2 بدیم، منهای 3 بدیم. خب دقت دقت، بازه من از منهای پی هست تا دقت، از منهای پی هست تا سپی دوم. اگر صفر بدم اینجا جواب در میاد پی هشتم. پی هشتم یعنی چقدر؟ بچه ها ببینید، پی چهارم یعنی 45 درجه. اگر اینو ضرب در یک دوم بکنید میشه پی هشتم. پس از لحاظ درجه ای، اگه این 45 باشه این نصف اینه دیگه، میشه 22.5 درجه. بله 22.5 درجه تو این زاویه که من میخوام هستش دیگه، از منهای پی. بچه شکل در نظر بگید، اگه این محور ایگرگ باشه این محور ایکس، یعنی از ایکس منفی داره میاد تا سپی دوم، پی هشتم توش داره. خب بچه ها صفر رو دادیم شد پی هشتم، یک رو بندازیم. خب اگر یک رو بندازم میشه منهای پی دوم به علاوه پی هشتم، میشه منهای پی دوم به علاوه پی هشتم. خب مخرج مشترکش میشه 8، اینو ضرب در 4، اینو ضرب در 4، میشه منهای 4 پی به علاوه پی، میشه منهای 3 پی 8. بچه منهای 3 پی 8 تو این بازه هست دیگه، درسته؟ خب اینم اوکیه. 2 رو بندازم، 2 بندازم اینجا میشه منهای پی به علاوه پی 8، میشه منهای پی به علاوه پی 8. مخرج مشترک 8 میشه منهای 8 پی به علاوه پی، میشه منهای 7 پی 8. و دقت کنید بچه ها، ما منهای 8 پی 8 میشه منفی پی دیگه، درسته؟ هنوز نرسیده، ولی 3 رو بندازم احتمالاً رد کنه. بله میشه منهای 3 پی دوم به علاوه پی 8، 3 رد میکنه، پس 3 جز جواب من تو بازه من نمیتونه باشه. پس تا اینجا این تو بازه من بود، این تو بازه من بود، اینم تو بازه من بود. تو منفی ها بریم تو مثبت ها. خب منفی 1 بندازم چه اتفاقی میفته؟
میشه مثبت پی دوم به علاوه پی هشتم، میشه پی دوم به علاوه پی هشتم مخرج مشترک 8، میشه 4 پی به علاوه پی 5 پی هشتم. 5 پی هشتم علاوه تو بازمون هست. بچه منفی 2 بذاریم، منفی 2 بذارم میشه مثبت، میشه پی به علاوه پی هشتم، میشه پی به علاوه پی هشتم، میشه 8 پی هشتم، میشه 9 پی هشتم. بچه 9 پی هشتم هم به 3 پی دوم هم نرسیده، اوکیه. ولی اینجا منفی 3 بذارم میشه مثبت، میشه 3 پی دوم به علاوه پی هشتم. بله اینجا هم بازه منو رد میکنه. پس شد 1, 2, 3, 4 و 5 تا تو این بازه وجود داره. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 4. سوال چرا من گفتم سخته؟ معادله مثلثاتی بود ولی معادله رو به صورت مستقیم نگفته. 2. یه نکته کوچولو داشت که کاپی بود. 3. حل این بود. 4. بازه یابی بود که باید عدد بدیم ببینیم تو این بازه هست یا تو این بازه نیست. پس میتونید جزء سوال‌های دشوار در نظرش بگیریم. این هم سوال شماره 11. بریم بعدی. سوال شماره 12. سوالی که یک رابطه مثلثاتی مهم میخواد برای شما دوره کن. روابط مثلثاتی تو درسنامه ابتدای جزء به صد آوردم، تو پیوستان برات آوردم. تانجانت من هایکوتانجانت یک رابطه است. بچا یادآوری کنیم. البته من یادآوری یک کوچولو هم بیشتر میگم که دوستان دقت بیشتری کنن. ببین تانجانت آلفا به علاوه کوتانجانت آلفا، تانجانت آلفا منهای کوتانجانت آلفا. بچه تانجانت و علاوه کوتانجانت میشه 2 به روی سینوس 2 آلفا. اینجا میشه منهای 2 به روی کوتانجانت ضرب در کوتانجانت 2 آلفا. این دوتا رو بلد باشید دیگه. دقت تانجانت به علاوه کوتانجانت میتونیم اثباتش هم بکنیم. ما اینو نسیم سینوس به کوسینوس، کوسینوس به سینوس، مخرج مشترک و ضرب و تقسیم به این میرسیم. تانجانت منهای کوتانجانت هم همین بازی میشه منهای 2 تا کوتانجانت 2 آلفا. حالا اگر اینجا آلفا باشه اینجا 2 آلفا، اگر اینجا یک بسته باشه اینجا 2 برابر اون بسته. اینجا بستم هست x دو، اینجا هم بستم هست x دو، اینجا هم پس میشه 2 تا x دو. خب اینم با این ساده میشه، میشه منهای 2 تا کوتانجانت x. حالا دقت پس اینجا اگر یک بسته باشه اینجا یک بسته باشه اینجا دو برابر اون بسته رو ما داریم. بچه تانجانت x دوم منهای کوتانجانت x دوم رو داده 1، مساوی است با. میشه منهای 2 تا کوتانجانت x. خب همه رو تقسیم بر منهای 2 بکنم، این تقسیم بر منهای 2، اینم تقسیم بر منهای 2. این با این ساده میشه، رسیدم به کوتانجانت x مساوی منهای 1 دوم. کوتانجانت x مساوی منهای 1 دوم. خب دوست عزیز آلایی میدونی تانجانت و کوتانجانت عکس همن، عکس همن، نه قرینه هم. پس تانجانت x اینو برعکسش کن میشه منهای 2. خیلی خب رسیدم به این رابطه. چرا آقای امینی دور این خط کشیدی؟ چرا برات مهمه؟ به یک علت. طراح مگه از من تانجانت 2x رو نخواسته؟ بچه تانجانت 2x رابطه چیه؟ میشه 2 تا تانجانت x یک منهای تانجانت به توان 2x. حالا من به جای تانجانت x قرار میدم منهای 2. 2 تا منهای 2 تا میشه منهای 4 تا. منهای 2 به توان 2 میشه مثبت 4. یک منهای 4 هم میشه منفی 3 و جواب شد 4 سوم. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 3. پس ما میتونستیم به عنوان یکی رابطه دیگه یادآوری همین رو واسهتون بگیم. بچه تانجانت 2 آلفا میشه 2 تا تانجانت آلفا یک منهای تانجانت 2 آلفا. روابط رو داریم دونه دونه تو مثال ها براتون یادآوری میکنیم. سوال قشنگی بود. این هم از سوال شماره 12. پس نکته این سوال روابط تانجانت بلوکوتانجان، تانجانت منهای کوتانجان و تانجانت 2 آلفا. بریم سوال بعدی.